با سمدود احترام خود هموطنان در سراسر گیتی خدمت شما سلام که وضع توسعه ننگین که این هم جزء توسعه هاشون بود این اومدن مراکز به اصطلاح چی بهش میگن یعنی شهر نو و امثال ها بستند تو تمام ایران تو این رده باره یه نفر حبس زدن طالقانی بود که گفتش که آقا این نبندید اینجا رو و وقتی اینجا باشید این در مرکز ببندید این فساد بیا تو خونه هاتون. خب اومد مثال توالت هم زد که من میزنم بعد نچیب هم بیرم وقتی شما توالت ببندید طرف میره خواستن یک کیلومتری خونه شکاره کنه بعد پون سرده بعد میتونه به جایی تا دور خونه شکاره بگندش همینجا رو میگیره. خب از کسی که خود با هوش بود میفهمید که اینها یک عمدی درش هست، یک چیزی توش هست، ولی خب همشون الان عاقبت به ننگ شدن بدون برو و برگرد که صحبت میکنن. حالا در مورد این نماینده مجلس تبریزی حرفی زده و من جای اون بودم میمردم، یعنی وقتی حرف میزده من جاش بودم واقعا میمردم، این حرف ازش شنیدم میزدم در مورد خریدن روغن از مغازه ها. نماینده تبریز در حاشیه نماینده تبریز در حاشیه تبریز برخی از مردم از شدت فقر چند قاشق روغن میخرند، چند قاشق روغن میخرند. عنابستانی انتقادی که اخیراً از آدم شده چندان مورد پسند نیروهای انقلابی خراسان نبود. علیرضا منادی در نماینده مردم تبریز در مجلس گفت فقر در حاشیه تبریز بیداد میکند، به طوری امروز برخی از مردم با قاشق روغن میخرند تهیه میکنند و نان قسطی میخرند. بیدار چه چی میشه آقا؟ آقایی که اون سر دونه رفتی پورا باش در رفتی هر هر کر کر میخندی یا فکر مونی فلانه یا داخل کشوری فرق نمیکنه، وقتی به اینجاها برسه یعنی خون شما برای اینا مباهه، در برای خوش مباه میکنن دیگه، میگن خیلی خوب حالا که اینطوره تماشا کن. اینا حرکت بکنن قشر به قول خود تو پابرهنه و یا ضعیف یا گرسنه هیچی سرش نمیشه. این از شعار بیکار دزدی و قتل و غارت، یعنی خودتون برای خودتون حکم صادر میکنید. از در افغانی هایی میره داخل کشور که ریشتون رو بزنن، اونا به خون شما تشنه هستن. از در میاد وزق سیدی مدنی این کارش میکنید، وقت برای خودتون هر روز چند پرواز از کشور مختلف آب معدنی میارید و مواد غذایی میارید فلان میارید بیسار میارید. داستان قبلی بار تعریف کردم، آقابت به خیلی تعریف کردم، ما رو آخونده که توی گیلان بوده. حالا بعد سر فرصت میگم چون اقل اخبار زده مثلا زیاده و بعد میایید و اینا خوب اینا در تاریخ میماند. بعد میاد میگه که نون بربری تعریف آمیزه برای گرسنگی. آره شما خیلی دیدم تعریف آمیزه واسه شما، چون افکارتون تو اینجاست، ذهنتون اینجاست، مریضتون اینجاست و از مغز تویی هستید. و واقعا من نمیدونم یا مثلا همین آقایی که میاد راجبه مرا گرچه نبود چی میشود، درست درختی بخورد تو تلویزیون هم میارن شبکه یکم میارن دیگه، به اونجای خورده که همین آشکار رو آورده، این رو آورده سر کار. خیلی خوبه، خب روسیه هم که بایدن در عضویت در شورای حقوق بشر تعلیقش کردند، این قدم خیلی خوبی است که این بعدا سر خودشون هم میاد. همون حرفایی که چند سال من گفتم، این دو نفر گفتن که آقا واسه ایساز دنیا باید اینجور نشه، اون 657 گفتن این نه، این به جایی نمیرسه، این به جایی نمیرسه. از آن کرملین به ضایعات قابل توجه در جنگ، خودش به جایی رسیده که دیگه برشیر برشیر گفته. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که نیروهای نظامی این کشور در اکنون متحمل ضایعات قابل توجهی شدند. بازم قابل توجه خیلی خوبه، مبارکتون باشه. دیمیترو پسکوف در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز صحبت میکرد، او به این سوال روبرو شد که آیا با توجه به عقب نشینی روسیه از پایتخت اوکراین، از دست دادن چند هزار نیرو و اینکه ولادیمیر زلنسکی هنوز رئیس جمهور اوکراین است، آیا این جنگ به روسیه مایه شرمساری نبوده؟ او گفت که این سخنان نشان دهنده درک غلط
از رویداد هاست در خارج از رویداد هست. بله. اما بار دیگر با این سوال روبرو شد که آیا هزاران سرباز روس کشته شدند؟ پاسخ داد بله، ما ضایعات قابل توجهی در میان نیروی داشتیم و این برای ما یک تراژدی بزرگ است. دمتون گرم با دمتون. خیلی غیرت دارید. ببینید در دورانی که با ماهواره تمام راه و کاراتون نگاه کنترل میکنند، برای همه تون هست فرق نمیکنه، در دورانی که اینجوری دیدتون زیرش در ریم که مثلا جمهوری هم جنگ ایران عراق نیست یا جنگ عراق ایران نیست، خب اونجا میکرده ولی الان اونجا رسیده که تا ببخشید تا سوراخ بینی طرف رو چیز میکنن با مهره از بالا میگیرند. غیرت اینه، حالا مثلا تا جایی که دیگه تمام صحبت سرباز روسی رو استراق سم میکنند. مثلا ما زمان شاهنشاه آرامه داشتیم در کشورمون، چه خواسته چه ناخواسته این کارا رو کرد و یکی از جنایات بزرگ رو در تاریخ ایران رقم زد، آقای اسدالله علم. عاشق شاه بود، عاشق برخوز مملکت بود، اما تمام گذاشته روزنامه دربار رو مینوشت میفرستاد دو صندوق بوجه تو این فرانسه و 20 سال بعد چاپ کنید. ولی نمیسونه اون بعد رو دور میخواد تو کشور ما توی دربار ما چه خبره. شاه تعجب میکرد، شاهشاد مونده بود، چون شاهشاد زرنگی بود، زرنگیشو مخفی میکرد. ولی نمیسونه مار تو آسش پرورزه ها میشه اغرب نه رکی نست هر چی بود تو قرار داری آسر اون فردوست و همساره هشکالا هستن همه جا. همه جا هستند. و آخرش چی شد؟ حالا پس میان استراق سم میکنن، صحبت ها رو ضبط میکنن، بعد علیه خود شما استفاده میکنن، همون کاری شما سالی سال کردید آقای روسیه و شوروی ساله فرق نمیکنه، همون کاری شما سالی سال کردید. من از این مسئله خیلی حرف دارم ولی الان وقتش نیست، خیلی حرف دارم. گزارش از استراق سم سربازان روس تنگام بحث درباره قتل های بوچا. بر اساس چند گزارش مستقل، سازمان اطلاعاتی خارجی آلمان BND موفق به ساختن مکالمات رادیوی سربازان ارتش روسیه هنگام صحبت درباره قتل‌های کشید. میدونم ترسیده و چاره غیر از بکشن ندارن، چون میگه ترسیده این میگه نکشید ما رو میکشن. اما خب یک دیگه شوخی هم کردم توش که دولت کانادا، این من چند سال پیش یادتون باشه گفتم، گفتم تو بفروش به ایرانی ها، به دزد ها، به خائنین، بعد بهت میگم. انگلیس هم گفتم، کانادا هم گفتم. دولت کانادا به دنبال ممنوع کردن فروش خانه به خارجی ها به مدت 2 سال است. حالا بگید چرا؟ آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به دنبال ممنوع کردن فروش خانه و املاک به اتباع خارجی است و امیدوار است با این کار مانع افزایش بی سابقه قیمت مسکن در کانادا شود. مزاریاتونه گفتم فرو آدم میخرن یادتونه؟ اینجوری میشه مسکن مثلا خونه 200,000 دلاری 500,000 فروختن به به چه چه مسئولتون بودن، بعد خونه حالا گرون میشه به اینجایی میرسه که دیگه خودتون به ذلت و خفت میافتید. خاک آدم در سر بیشورتون بکنه. بنابرای گزارش ها قیمت خانه در که در کانادا نسبت به یک سال گذشته 20% افزایش یافته. سال گذشته جنسان بیشتر خیلی شده افزایش در اکنون متوسط بای خریدی خانه در این کشور حدود 810,000 دلار کانادا رسیده که 9 برابر متوسط درآمد سالانه یک شهروند کانادایی است. دیگه خودتون کردید. حالا دیگه از پایین آوردن این خط خیلی کار مشکل از این بالا. کرونا در ایران ادامه روند سعودی آمار 185 مرتبه دستور حضوری شدن رو نایده گرفتند. میگیرند. دیگه شما فکر کردید. بربری رو ببندید. آقا لا لا تحریک میکنه روی ماه رمضان، کی روزه میگیره، کی توانش داره بگیره، خاک آدم بر سرتون کنن. ولی مردم کینه از شما به دل میگیرن، چیز میکنن، بعد میفهمن که شما نمیفهمید، میفهمن که شما نمیدونید که نمیدونید. خیلی خوبه، بعد دیگه با شما کار دارن. با نقش آفرین رسانه های معاند بربری آزاد شد. تنه زده پس جنجال مملوی و پخت نان سنگک بربری در شیفت صبح نانوایی ماکو در ماه رمضان. حالا نادر کاظمی فرماندار ماکو میگوید چون برخی رسانه معاند همیشه همینه گفتید، معاند توی، دشمن توی، پلید توی، کثیف توی، اون رهبر آشغالت
بود روابط جنایتکاره، از اون خمینی دجال بزن اینجا. وزیر خزانه آمریکا ایالات متحده خواهان اخراج روسیه از گروه 20 است. چشم بهشون میگیم. تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل قدر داره، نه خیلی قدر داره. یه خبر کیف زیاد نمیخونم چون خیلی سه، ولی آقای لاوروف اوکراین توافق صلح با اصول غیر قابل قبول ارائه کرده است. میگه زمان ناصرالدین شاه رفته بود بیابون شکار، مثلا شکار کسی گیر داد بعد شما بزن بعد شما زدید، یه دفعه طوفان میشه هوا سرد میشه بارون و تگرگ اینا و این سربان میخوره. بعد دیگه آقای سیبر من بندازه، خب دیگه چیزی نیست نداروش، بعد این بعد چرخم بعد چرخم، بعد دفعه میگه قربان یه پالون خر اینجا هست بیارم، یه بار باشو پالون خر من شاه 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 فرام بگذاریم، یه بیستری نمیشه سرده، میگه اسمشو نگه خودشو بیار. حالا آقای راوف داره میگه که این تغییر تایید کردن خود اینجوری هست، یعنی بعضی مجبور تایید مجبورید امضا کنید، مجبورید تن بدید. گروه از دموکرات‌های کنگره آمریکا میگن نگران مذاکرات برجام هستیم. آقا جون شما فروختید خودتون رو، اینها رو آوردید بالا گذاشتید، حالا دیگه دبه نکنید، باید تا آخر تا آخرش تا نابودی همتون دل بدید به کار، دل بدید به کار، همین دیگه در این حد میخوام بگم، دل بده بالا جان، دل بده. یه خبرات میخونم خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی جالبه، ببینیم کجا داره میرسه کار و بعد به کجا خواهد، یعنی این مشتمون خبرات بعدیه. در پی انتشار گزارشی درباره دزدی سوختی به ارزش حدود 250 هزار پوند از یک ناو نیروی دریایی بریتانیا در پایگاه دریایی در دونپورت در نزدیکی بندر یلموس در جنوب غربی انگلستان چه آدرسی هم داده، پلیس وزارت دفاع بریتانیا از آغاز تحقیقات خبر داده. 250 هزار پوند از توی زیر دریایی و سوخت دزدیدن، سوخت سوخت از ناو دریایش. وزیر وزارت دفاع بریتانیا میگوید در حالی که ناو بولوار کمچه از ماه سپتامبر در حال تعمیر بوده است، سوخت دزدیده در یک تانکر حمل سوخت کشف شده است. یک تانکرش کشف کردند. پلیس وزارت دفاع در اعلام کرد که این اتفاق هیچ خلایی در عملیات پدافندی ایجاد نکرده و افزوده که وزارت دفاع اظهار نظر دیگه نکرد. وزیر نیروهای مسلح دولت در سایه در سایه بریتانیا وزیر نیروهای مسلح دولت در سایه بریتانیا و نماینده عضو حزب کارگر این اتفاق را شرم آور توصیف کرد. شرم آور توصیف کرد. شرم می‌دونی چیه؟ شرم آور. آقای نپورت بزرگترین پایگاه دریایی در اروپای غربی است. نپورت بزرگترین پایگاه دریایی در اروپای غربی است و از سال 1691 پایگاه نیروی دریایی انگلیس سلطنتی بریتانیا است. چی جور زنده بشون گرم؟ خیلی خوبه اینا در تاریخ میمونه. ولی جوران مهمترین زمینه همکاری ایران روسیه دورزن تحریم هاست. یعنی این حرفاری که میزنند این یعنی اینکه دارن کم کم زمینچه رو کار دیگه میکنن که شما روسی دست یه کار توی ما رو بشارم که شما سوریه امضا کردید به رأی منفی دادید و الی آخر. حالا یه مقام پنتاگون اصلا چند جای دیگه هم گفتن ولی هدف چیزی است. جنگ اوکراین ممکن است بیش از آنچه همه میخوان طول بکشد، طولانی شود. یعنی اینکه میخوان بیان بگن روسیه درگیر جنگ است و فلان تو کشور شلوغی نشه. اون این بازی ما رو قدیم بود، ما رو زمانی بود که عصر حجر یه حرفا بود، مردم جیگرشون رو در میارن، نیروی نظامی دیگه نمی جنگن. اون گذشت و زمانی که می رفته 7 سال 8 سال تو جبای جنگ می جنگیدن و بچه هاشون می بردن علم می کردن بل می کردن، گذشت و زمان دیگه دوره تماشه دوره اینترنت و شهید راه فلان نخواهند شد. یعنی بتونید شما حالا شما زمین بچین که چند سال جنگ باشه مردم درگیر باشه گرفتار باشه. یه کلیپ گذاشتم به نام بوت روسی، این اولین بار اسم خامنه رو من گفتم بوت روسی، سرچ بوت روسی فقط همین که همین یک کلمه میاد چون نیست و
کلیپ درهای قدس جالبه، زیر خاکی هم جالبه. خب شروع شده به قول معروف راننده خودروش در وارد سفارت روسیه کوبی در کشور فکر کنم رومانی بوده، بله پلیس رومانی رو چهارشنبه خبر داد راننده خودروی که با در ورودی سفارت روسیه در بخارست برخورد کرده آتش گرفته بود، جان خود را از دست داده است، زده به در و عصبانی بوده. خب دیگه کرونا باز توی کشور اروپا راه افتاده و داره قلق و غم میکنه، هیچ کاری هم نمیتوانند بکنند تحت هیچ شرایطی. خودشون زمین رو آماده کردن، کارا رو کردن، اون شور بگیر به بنده بوده، هم اونایی که اون فشار به شما ماسک زد فرق اکسیژن خوشون میاد پایین، اکسیژنی که اومد پایین زمین زاد سرطان هست و خیلی مسائل دیگه و کاری که کردن، اینه بخور اینه بزن اون دارو اینجور اونجور، دکزامتازون دکزامتازون یادتون نه نخواست انگلیس فرمودن آقا استفاده کنید نکنید این کارا با یه نخواست گفته دیگه شما هست بگید آخر هیچ کار نمیتونم بکنم، هیچ کار. همینقدر بهتون بگم نتونه اینجا بیشتر باید شما بقول معروف چیکار کنیم، چیکار کنیم، گوش نمیم. ولی ملت ما انشالله گوش خواهند کرد. و هایش بهتون بگم برای آمار اومده از ایران بین 80 تا 85% واکسن تو ایران غیر واکسن سفارشی که تو مشهد زدن و پول دید میگن صف وایس دادن 80 تا 85% واکسن که تو ایران بود. یعنی چرا 85%؟ چون اون واکسن برکت و ملکت و یه حرفا اینها تو نمیتونن اینقدر تولید کنن، سر قبل باباش بودن دستگاه بیان تولید نه چی تولید نه دوستان اینها خلاصه. ولی دستگاه از قدیم داشت آب و قطر حرفا داشتن 80 تا 85% واکسن هایی که به ایرانی از زن در توی چند سال باشه اینا هیچ کنوشون توش مواد واکسن هایی شما آبوهتر بود. یعنی خبر خوبی داره، یعنی که خبر سابتیدی هست ولی خبر خوبیه. حالا آباش تا چند روزه قطعا دست همش میرسه، چون نمیرسه اون قطعه کنه اصلا میرسه قطعه میکنه میزن میرفته به آخر رو. و این خبر خوبیست که از این نظر که مردم ما داره شانس بوده که واکسن هایی زن توش آبوهتر بوده یا چیز تو مایه دیگه بوده هرچی بوده. ایامتون بگام، روزگارتون خوش، همه چی در دست هم دیگه میدن تا اونجایی با درسی که خواهم رسید. لیاقتمون هست، حقمون هست. بعدا میدونید که چه دشمنی با ما در دنیا کردن. تو همین امارات چلقوز که همه چیش از ایران بود، این هم برای ما قدرم کرده بود. ولی خب فقط شما این مگس کشید. ایام بگام، روزگار خوش.